درود خدمت یاران عزیز امیدوارم حالتون خوب و لبتون خندون باشه امروز 25 نوامبر سال 2021 هست با همدیگه یک بار دیگه اخبار مهم آلمان رو میخوایم بررسی کنیم امشب هم مثل دیشب میخوایم در مورد قراردادی که بین سه حزبی که الان قدرت رو در کشور آلمان به دست خواهند گرفت صحبت خواهیم کرد امشب یکم دقیقتر و جزئیاتی تر میخوایم در مورد این مسئله صحبت کنیم خبر خوب این هست که احزابی که الان بر سر قدرت میان خیلی 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 نظر مثبت خوبی نسبت به مسئله مهاجرت و پناهندگی دارن خلاصش رو بخوایم بگیم اینه که کسانی که خوب در کشور ادغام شده باشن خوب در واقع توی کشور خودشون رو نشون داده باشن از نظر درسی کاری خلاف نکردن ادغام شدن قوانین و پذیرفتن با دموکراسی منطبق شدن هستند شانس بسیار بالایی دارن که بتونن خیلی سریعتر اقامت کشور آلمان رو دریافت کنن خیلی سریعتر بتونن خانواده هاشون رو از ایران یا افغانستان وارد آلمان کنن و و خیلی چیزهای دیگه جزئیات دقیقش رو الان توی ویدیو خدمتون ارز میکنم خب اینجا ما با هم دیگه سر تیتر این قرارداد رو میبینیم شکل و شمایلش این شکلیه صفحه 137 این قرارداد جایی هست که در مورد مسائل اقامت و پناهندگی و ادغام در کشور آلمان صحبت میکنه با هم دیگه بریم سراغ صفحه 137 اینتگراسیون میگراسیون اون فلوخت در واقع ادغام مهاجرت و مسئله فلوخت یا پناهندگی است. قبلا یه ویدیو من ساختم و در مورد تابعیت کشور آلمان یا همون پاس آلمانی صحبت کردم الان این بالا ظاهر میشه لینکش رو هم پایین توی بخش توضیحات گذاشتم اگر دوست داشته باشید میتونید اونجا کلیک کنید و ویدیو رو ببینید اونجا من توضیح دادم که باید چند سال تو کشور آلمان باشی و توی چه شرایطی شما میتونید این مسئله رو تسریع ببخشید که زودتر اقامت آلمان یا پاس آلمانی رو دریافت کنید قبلا سالش بیشتر بود حالا تو اون ویدیو میتونید ببینید الان گفتن بعد از پنج سال شما میتونید درخواست پاس آلمانی بدید پنج سال یعنی از لحظه ورودتون به کشور آلمان و باید جواب مثبت داشته باشید حالا کسانی که دولدونگ هستن یا هنوز جوابشون نیومده جز این مورد حساب نمیشن جواب اگر داشته باشید و پنج سال در کشور آلمان هستید میتونید درخواست پاس آلمانی بدید اگر در کشور خوب ادغام شده باشید یعنی اینکه زبان بلد باشید سر کار باشید از دولت پول نگیرید و این جور چیزها میتونید حتی این پنج سال رو کاهش بدید شاید حتی به سه سال برسونید که یعنی بعد از حالا مثل پاس آلمانی تو پس پناهندگی تو گرفتی اون سه سال که گذشت سری و سر پشتش میتونی درخواست پاس آلمانی بدی قبلا اینجوری نبود میگفتن حتما با آفن هالس اون اون باشه و اینجور چیزا که الان اون دیگه برداشته میشه و شما میتونید راحت تر پاس آلمانی بگیرید کارهای انسان دوستانه و اینکه نمیدونم کارهای خیرخانه انجام بدید و بهش میگن ارند امتلیخ آباید اگر داشته باشید شما میتونید اون سه سالو هم داشته باشید حالا تو اون ویدیو توضیح دادم میتونید توی همچه گفتم بخش توضیحات ببینید اون ویدیو رو اوکی مسئله مهم بعدی دیگه این هست که برای دولونگی ها یه چیزی داریم به نام کتن دولونگ کتن دولونگ یعنی این که کسانی که هی دولدونگ میشن حالا یه ماه دو ماه سه ماه باید برن پاس اون اوسفایز دولدونگشون رو تمدید کنن این رو میخوان بردارن اینکه مردم بیچاره رو میسونن علاف میکنن برای دولدونگ 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 رو میخوان بردارن و چه کار کنن برای کسانی که واقعا نمیتونن از کشور اخراجشون کنن مثل ایرانی ها یا افغانستانی ها که خب کشورشون الان ناامن هست این مسئله صدق میکنه که اونها یه چیزی گذاشتن به نام شانس آفل هالزغیت. یعنی یه شانسی بهشون بدیم که اقامت کشور آلمان رو بگیرن این شانس رو چجوری میدن کسانی که الان دولدونگ هستن و پنج سال در کشور آلمان هستن نه که پنج سال دولدونگن پنج سال تو کشور آلمانن اونا میتونن از یک ینوار سال 2022 برن سر کار و اگر مرتکب جرمی نشده باشن و قوانین آلمان رو پذیرفته باشن و دموکراسی رو رعایت کنن اگر بتونن نشون بدن که من سرکارم از دولت پول نمیگیرم میتونن یک اقامت یک ساله آزمایشی بگیرن اونها در واقع از حالت دولدون در میان یک اقامت میگیرن و بعدش دیگه اون رو بررسی میکنن و بعد از یک سال بهشون اقامت کشور آلمان رو میدن که بعد دوباره اون قانون بالاییه بهشون میخوره یعنی 5 6 ماه که گذشت میتونن برن مستقیم درخواست پاس آلمانی بدن در واقع یه بار دیگه بگیم دوستانی که الان 5 سال تو کشور آلمانید الان دولدونگ دارید میتونید اگر سر کار هستید و یا اگر سر کار نیستید از یک یانوار سال 2021 ماه و نیم دیگه سر کار باشید چند ماهی سر کار باشید درخواستتون رو بدید برای شنسن آفنهالسرچت که اون رو به موقعش ویدیوشو میسازیم و بتونید اون یک سال اقامت آزمایش رو دریافت کنید و بتونید بعدش هم پاس آلمانیتون رو دریافت کنید. همونجوری گفتم در موردش ویدیو بعدا میسازیم. مسئله بعدی برای نوجوانان دولدونگ هست یعنی کسانی که تینیجر هستن زیر 19 سال هستن 19 به پایین. اونها اگر از در واقع قوانین براشون عوض میشه قبلا چهار سال بوده الان میشه سه سال اونها اگر توی شرایط دولونگ باشن بعد از سه سال میتونن اقامت کشور آلمان رو بگیرن شرایط خاصی داره که حالا در مورد منم ویدیو باید بسازیم پس اگر نوجوان این دولونگ هستین میتونید بعد از سه سال دولونگیتون شما اقامت کشور آلمان رو دریافت کنید گفتیم باید موارد خاص هم باشه کسی اگر خلاف کرده باشه جرم کرده باشه کارش به زندان کشته باشه و اینجور چیزا نه ولی حالا یه نفر برای من کامنت زیاد می نویستن. من مثلا جریمه قطار دارم نمیدونم جریمه بلیت نداشتن دارم یا نمیدونم یه دعوای کوچولو کردم تو مدرسه به منم میدن یا نه آره اون چیزا جرمای بزرگ محسوب نمیشه جرم بزرگ مثل چاپکشی و نمیدونم مواد فروشی و اینجور چیزا هست که طرف کارش به زندان می‌کشه. به این چیزا به خدا شکر ما ایرانی و افغانستانی ها نمیچسبه اوکی خبر بعدی که بسیار مهم هست امکان آوردن اعضای خانواده به کشور آلمان تسریع میشه میدونیم کسانی که جواب پناهندگی میگیرن میتونن حالا نه برای همه اعضای شون یعنی مثلا مادر اگر جواب میگیره بچه هاش ایرانن بچه هاش رو بیاره یا پدر جواب میگیره بچه هاش رو بیاره اگر البته زیر سن باشن و بالای 18 نباشن اونها کارشون سریعتر میشه در واقع میخوان با سفارتخونه ها و دولت و ایالت ها یه جورایی تسریع کنن این مسئله رو که خیلی خیلی مسئله مهم و عیاتیه برای ماها اوکی در کل یه مسئله دیگه هم که هست این هست که گفتن مسئله پروسه پناهندگی این پایینه اینجا آزول مسئله پناهندگی رو میخوان تسریع تر و محکم تر کنن یعنی چی؟ یعنی اینکه که هرچه سریعتر، جواب افراد بدن و محکمتر چیزی که من ازش میفهمم اینه که به قول خودمون کیس های رو زودتر بگن ردش کنن بره اگر کیسه خیلی دیگه آبکیه بهش میگن بابا خیلی تابلو ردش کنن بره اگر هم کیسه دیگه مشخصه و اوکی هست جواب مثبت رو بهش بدن در واقع هر چی خوبتر شما ارائه کنید کیستون رو در واقع شانستون بالاتر میبرید هر شانس هر بدتر هم کیستون ارائه کنید شانستون پایین تر میره با توجه به این مسئله که اینجا عنوان شده خب یه مسئله خیلی مهم دیگه هم هست برای خیلی ها این ترس بود مخصوص حالا دلایل شما تو خیلی دقیق توضیح نمیخوایم بریم توی ویدیو که میگفتن بعد از سه سال دوباره میان مسئله پناهندگیشون رو بررسی میکنن اگر همچنان محق دریافت پناهندگی باشند بهشون اون اقامت سه ساله دوم یا اون اون به فیسته آوائز آفنتالسین تیتل رو میدن الان این قانون رو میخوان بردارن گفتن دیگه پرونده همه رو بررسی نمی کنیم پرونده یک سری افراد کمی رو بررسی می کنیم در واقع اونایی که یه سری جرم و جرایم انجام دادن ما رو بررسی میکنن. ببینن آیا بهشون اقامت مجدد رو بدن یا در واقع برشون گردن کشور خودشون میگم در واقع اینم دوباره به کسایی برمیگرده که خلاف بزرگ میکنن چاق و کشی و دعوا و قتل و مواد فروشی و اینجور چیزا خیلی راحت بخوایم بگیم این حزب اومده که هرچی بد و دعوا و مواد فروش هست و برگردونه هرچی هم آدم مفید و مثبت هست رو نگه داره و یه جور شانس بیشتری بهشون بده برای اقامت چون در آخر هم خودشون عنوان کردن حالا من جاشو الان سری نمیتونم پیدا کنم ولی گفتن که اخراج کسانی که باید آلمان رو ترک کنن باید تسریع بشه یعنی همون کسانی که تخلف میکنن چون میدونیم که کسانی که تخلف میکنن یکی دو سال است که قانون گذاشتن برشون گردونن حالا یه جورایی وکیلان گرشون میدارن ولی گفتن نه باید ما هر سری تر برگردن افراد مجرم و خطرناک حالا کلمات که توی این قرارداد نوشته بود و برای این مسئله گفتن که دولت میخواد با ایالت ها همکاری سریعتر و بهتری داشته باشه مسئله دیگه ای هم که با خدمتون ارز کنم این است که بچه هایی که از پدر و مادر خارجی تبار متولد میشن اونها همون اول کار میشن دویچ به شرط اینکه یکی از اعضای اون خانواده پنج سال باشه توی کشور آلمان داشت در واقع من میخوام اقامت آلمان رو داشته باشه حالا پاس آلمانی نداشته باشه مهم نیست یعنی پنج سال من اقامت آلمان رو دارم سه سال اول پناهندگیم گذشته حالا به اون اون تیتل رو دادن دو سال اونم گذشته الان من مادر میشم بچه دار میشم یا پدر میشم بچه دار میشم به بچه من مستقیما اقامت آلمان رو میدن نه اقامت آلمان بخشید تابعیت آلمان رو میدن آلمانی میشه اون بچه پاس آلمانی مستقیما دریافت کنه راستش من نمیدونم قبلا چه شکلی بوده ولی الان به این شکل هست ببخشید من خیلی تون حرف زدم چون مطلب زیاد بود دوست دارم ویدیو زیادی طولانی کنم به خاطر همین تون تون حرف زدم اگر سوالی کامنتی نظری چیزی دارید پایین برام بنویسید یه شرط هم بذاریم خیلی دوست دارم ببینم چند نفری تا آخر ویدیو رو نگاه کردن اگر کسی هستید که تا آخر این ویدیو رو نگاه کردید لطفا برام کامنت بذارید من تا آخر ویدیو رو دیدم ممنون از ویدیو اینجور چیزا که من بدونم این کلمه یه. من تا آخر ویدیو رو دیدم بشمارم ببینم چند نفری تا آخر دیدن برام جذابیت داره اوکی شب خوبی براتون آرزو می کنم خیلی مخلصیم بدرود